سلام، به صفحه آخر هفته خوش آمدید. در این برنامه در بخش دوم به پیشنهاد آمریکا برای قطعنامه به شورای امنیت علیه ایران می‌پردازیم. اما در بخش نخست خبر حکم اعدام 3 نفر به اتهامات مربوط به اعتراضات آبان با اعتراض شدید فعالان حقوق بشر و واکنش گسترده در فضای مجازی روبرو شد. حکم این 3 به نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی 3 اسفند گذشته توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب صادر شد. اتهام آنها محاربه و مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام بوده. در حال حاضر خبرهای مربوط به تایید حکم اعدام در دیوان عالی محل مناقشه است. قبل از شروع بحث قصد داریم شما را با این پرونده کمی آشناتر کنیم. یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود به بی بی سی گفت 3 متهم با اتهامی بازداشت شدند که ربطی به اعتراضات آبان نداشته. آنها به دلیل دعوایی سر یک گوشی همراه بازداشت می‌شوند، اما در گوشی تلفن همراه آنها فیلم‌هایی از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی پیدا می‌شود که باعث می‌شود پرونده آنها را به اعتراضات آبان متصل کنند. 2 نفر از متهمان به نام‌های سعید تمجیدی و محمد رجبی حتی به خارج از ایران هم رفته بودند که در ترکیه بازداشت شده و بازگردانده شدند. وکلای آنها در دادگاه اولیه وکلای تسخیری بودند. وکلای دیگر که برخی تازه بعد از صدور حکم اعدام به پرونده پیوستند میگویند اجازه دفاع و شرکت در دادرسی را نداشتند. آنها به عدم شفافیت در پرونده اعتراض دارند. از جمله حسین تاج، یکی از وکلا، در توییترش این را نوشته: حکم اعدام 3 بازداشتی در وقایع آبان شوکه کننده بود که از طرف خبرگزاری‌های داخلی تکذیب شد. امیدواریم این تکذیب به معنای امکان ورود و دفاع باشد. علارغم اخذ وکالت تاکنون امکان ورود به پرونده در دیوان عالی میسر نشده. او ادامه داده در صورت تایید حکم در دیوان عالی تقاضای اعاده دادرسی می‌کند. مصطفی نیلی، وکیل دیگر پرونده، گفته خبر و تکذیب تایید حکم اعدام موکلان رو در رسانه‌ها خوندم. به عنوان وکیل هنوز نتونستم در پرونده ورود کنم و اعلام وکالت کنم. نفر دیگر هم مریم مرادی است، وکیل امیرحسین مرادی، که در اینستاگرام نوشته هیچ رأی از دیوان عالی تا امروز که 5 تیر ماه بوده دیروز به ایشون نرسیده و ابلاغ نشده و اخبار منتشره بعضی از خبرگزاری ها ملموس از چه منبعی اعلام شده باعث تعجب و آشفتگی خانواده هم شده. و کس دیگری که در این زمینه اظهار نظر کرده بابک پیرنیاست، وکیل دیگر، که او یک ویدیو منتشر کرده، اون رو هم ببینیم. حکم بدوی اونها از شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود که به هر 3 نفر حکم اعدام داده بودند و من به عنوان وکیل آقای امیرحسین مرادی شوکه شدم. متاسفانه به ما اجازه ورود در پرونده برای مطالعه را ندادن. البته من اعلام وکالت کرده بودم ولی اجازه مطالعه پرونده داده نشد. به روند رسیدگی در دیوان شدیداً من معترض بودم. خیلی هم تلاش کردیم که به پرونده دسترسی داشته باشیم. متاسفانه این امکان میسر نشد، ولی خب البته بعداً هم این خبر تکذیب شد و من خوشحالم، امیدوارم که این چنین نشده باشه. من هم از در واقع رسانه‌ها شنیدم و امیدوارم که این خبر صحیح نباشه، ولی نمیتونم واقعا اظهار نظر کنم. بابک پیرنیا بود، یکی دیگر از وکلای پرونده. برای صحبت در این باره مهدی گلرو، فعال سیاسی، همراه ماست. خانم گلرو پرونده رو دنبال کردن از نزدیک. خانم گلرو، این به نظر میاد که خیلی روشن نیست که چه اتفاقی در دیوان عالی افتاده. شما میدونید چی شده بالاخره؟ عرض کنم خدمتتون که به هر حال این که روشن نیستش که در این پرونده چه اتفاقی افتاده به نظر چیز عجیبی نمیاد. آقای رئیسی مسئول غیر شفاف ترین بخش جمهوری اسلامی هست. قوه قضاییه به عنوان غیر شفاف ترین بخش جمهوری اسلامی اساساً نمیشه متوجه شد که حتی فسادهای مالی پروندهش چجوری رسیدگی میشه، چه برسه پرونده هایی که به این صورت مورد اتهام های بر علیه نظام ممکنه توش داشته باشه. در مورد این پرونده، روندی که حالا توی گزارشی هم که داشتید، روند غیرقانونی که طی شده نمونه هایی هستش که توی بقیه پرونده های مربوط متهمین سیاسی در طی این 41 سال تکرار شده، اما در مورد بازداشتی های 98 این قضیه خیلی تشدید شده.
نگرانی که در مورد این سه جوان وجود داره اینه که نخوان اونها رو به عنوان یک قربانی برای اینکه نشون بدن قراره چطور با متهمین و بازداشتی های آبان 98 برخورد کنن، بخوان این حکم رو بدن و به تایید برسه. یعنی منظورتونه که بخوان بترسونن بقیه معترضان رو؟ بله، به نظر میاد که اساساً این حکمی که داده شده، حالا جدای از این که اصلا شعبه دیوان مشخص نیستش، یعنی پرونده ثبت نتونسته بشه، خانواده از شعبه‌ای که پرونده دیوان، شعبه دیوان که پرونده در اون هستش خبر ندارن، وکلا خبر نداشتن، هیچ دسترسی به پرونده وجود نداره، وکلا بهشون گفته شده بدون اینکه پرونده رو بخونن لایحه‌ای بنویسن، که این اساسا غیر ممکن به نظر میرسه. دادگاه با حضور وکیل تسخیری برگزار شده، با حضور بازجوها برگزار شده، و این سه نفر حتی در زمانی که در دادگاه بودن، در حالی که قاضی این پرونده یکی از فاسدترین قاضی‌های جمهوری اسلامی هست، آقای صلواتی، اجازه داده که بازجوها در دادگاه حضور داشته باشند، و این سه نفر حتی در دادگاه هم نتونستن از خودشون دفاع بکنن، هم به دلیل حضور بازجوها، هم به دلیل اینکه وکیل تسخیری از اونها خواسته که در مورد هر چیزی اعتراف بکنن، بیشترین همکاری رو داشته باشن، و در نهایت وکیل تسخیری قراره که با قاضی مسئله رو حل بکنه. این چیزی هستش که به همه خانواده های بازداشتی های 98 گفته میشه که همکاری بکنن، هم خانواده ها همکاری بکنن، اطلاع رسانی نکنن، و همین که در واقع زندانی همکاری بکنه و اون چیزهایی رو که توسط بازجو بهش گفته میشه رو اعتراف بکنه. این بچه‌ها هم اعتراف های تلویزیونی کردن، هم همه چیزهایی رو که بازجو ازش خواسته رو اعتراف کردن، تحت شکنجه قرار گرفتن، اما در دادگاه هم حتی نتونستن از خودشون دفاع بکنن، همونطوری که در مورد بقیه پرونده های مربوط به آبان وجود داشته. یک مجموعه از پرونده ها به طور خاص گفته شده که از دادگاه بدوی مستقیم به دیوان عالی برن، یعنی این پرونده ها طبق قانونی که به عنوان پرونده های ویژه با دستور مشخص آقای رئیسی و آقای خامنه ای، مجموعه از پرونده به عنوان پرونده ویژه در نظر گرفته شده که از دادگاه بدوی به دیوان عالی میرن، و این در واقع یک حلقه ای رو که میتونه باز به متهم کمک بکنه که یکم شرایط رو بهتر بکنه یا شاید حال روحی بهتری پیدا کنه بتونه از خودش دفاع بکنه رو ازشون میگیره. تمام مراحل این پرونده به نظر میرسه که هیچ کدوم از حقوقی که زندانی داشته، جدای از این که اصلا چه اتهاماتی میتونستن داشته باشن، هیچ کدوم از مراحلش به شکل قانونی، چه به لحاظ حقوق جزایی خود جمهوری اسلامی، چه به لحاظ حقوق بشر رعایت نشده. نقاط پیچیده و تاریک و ناروشن زیاد داره این پرونده. مثلا یکیش اینی که دو متهم پرونده در خارج از ایران بودن، میگن که حتی تقاضای پناهندگی کردن در ترکیه و برگردونده شدن. جزئیات این رو چیزی میدونید به ما بگید؟ بله، بعد از اینکه امیر حسین مرادی بازداشت میشه، سعید تمجیدی و محمد رجبی که در واقع متوجه این بازداشت میشن، خب از ایران فرار میکنن و به ترکیه میان. مسئله ای که اینجا خیلی اهمیت داره این که اونا به UN خودشون رو معرفی کرده بودن و درخواست پناهندگی دادن. اما خب با توجه به مراوداتی که وجود داره، هم دولت ترکیه مقصر هستش و هم سازمان ملل، چون اینها اعلام پناهندگی کردن و در واقع تحت حمایت سازمان ملل بودن، باید در مورد این مسئله پاسخگو باشه که چطور اینها رو برگردونده به ایران و در واقع باعث شده که اونا بازداشت بشن. نکته که در مورد خارج به در واقع خروج از ایران وجود داره در مورد این مسئله اینه که بازجوها اعلام نمی‌کنن به امیر حسین که اون دو نفر بازداشت شدن و روی همدیگه اینها اعترافهایی میدن برای اینکه خب فکر میکنن اون از ایران خارج شده و میتونه وضعیت بهتری داشته باشه. و در مورد تعداد دیگه هم از بازداشتی‌های آبان که به صورت 3 یا 4 نفره تو گروه‌های چند نفره بازداشت شده بودن، این مسئله تکرار شده. مسئله دیگه ای که باز اینها گفتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بهشون اتهامش زده شده، که گفتن که این ناروا بوده، ما تحت شکنجه این رو پذیرفتیم. به نظر میاد که این هم یک خطی هست که در خیلی از اتهامات مربوط به کسانی که در آبان بازداشت شدن به گوش میرسه.
نکته که در مورد این پرونده و پرونده های دیگه که توی آبان هستش وجود داره اینه که اساساً جمهوری اسلامی انگار یک قراردادی با سازمان مجاهدین داره که یک سری از اتهام یک سری از بازداشتی ها رو اتهام سازمان مجاهدین میده با توجه به اینکه میتونه اونها رو با اتهام محاربه در نظر بگیره. این مهمترین اتهامی هستش که میتونه واسه اون زندانیا در نظر بگیره که اتهام محاربه در نظر گرفته و بیشترین فشار رو هم از طرف بازجوها میتونن داشته باشن و شاید سازمان حقوق بشری هم سخت‌تر بتونن وارد این مسئله بشن. بسیاری از کسانی که در طی این 41 سال بازداشت شدن با این اتهام مواجه بودن و بسیاری از اونها اعلام کردند که اصلاً هیچ ارتباطی با این سازمان نداشتن و معمولاً این احکام سنگین به خاطر اینه که حداقل چند نفر رو قربانی کنن به خاطر اینکه اعتراضات بعدی در نظر گرفته بشه. قوه قضاییه سابقه خوبی در این زمینه نداره. اعدام جمالی فشی و فاجعه‌ای که در مورد مازیار ابراهیمی اتفاق افتاده نشون میده که چقدر افراد بدون اینکه هیچ اتهامی داشته باشند فقط به خاطر اینکه در بخشی از پازل جمهوری اسلامی قرار بگیرن ممکنه که مورد خشونت قرار بگیرن و اتهامات سنگینی رو داشته باشن. علاوه بر این تمام همبندیهای این سه نفر که اغلبشون از بازداشتی های آبان 98 هستن به شدت تحت فشار روحی قرار گرفتن و این حکم نه تنها این زندانی ها جامعه و خانوادهشون رو درگیر کرده بلکه همبندهای اینا رو که هنوز دادگاه نرفتن و با اتهامات مربوط به آبان 98 هستن رو هم درگیر کرد. چقدر خوشبینی وجود داره که بشه این حکم رو برگردوند؟ معمولا این جمهوری اسلامی وقتی یه چیزی رو تایید و تکذیب میکنه خب خیلی تجربه زیادی داریم دیگه در مورد تایید و تکذیب کردنهاش. من فقط میتونم بگم که خیلی امیدوار هستم من و همه کسایی که دارن پرونده رو پیگیری میکنن، این پرونده و سایر پرونده های مربوط به آبان 98 رو پیگیری میکنیم، اینه که حداقل این چند نفر و این جوان ها قربانی نشن فقط به خاطر اینکه جلوی اعتراضات بعدی گرفته بشه. چون مشخصا این یک جور قربانی کردن اینها فقط به خاطر اینکه ایجاد رعب و وحشت در جامعه بکنن و بگن که هر نوع اعتراضی در آینده هم وجود داشته باشه به همین شدت قرار باهاش مخالفت انجام. این جوانای یعنی گفت اینا زیر 30 سال دارن و گفته شده که اساسا در پرونده وقتی بازداشت شدن اتهام سیاسی نداشتن، با یک اتهام دیگه بازداشت شدن، همونطور که گفتم اون منبع آگاه در ایران به ما گفت. و بعد گفته شده که بعد از اینکه بازداشت شدن چون در موبایلشون فیلم اعتراضات بوده این اعتراضات به اونها نسبت داده شده. واقعا چقدر میشه گفت که این تأثیر داره که اگر کسی رو در جریان اعتراض در خیابان بگیرن یا بعداً متوجه بشن که او در اعتراض بوده یا نبوده؟ از این روش ها قبلا هم استفاده شده، یعنی افرادی بودن که بازداشت بشن و از طریق موبایلشون از طریق لپتاپشون متوجه بشن که در حال فعالیتی هستن یا از طریق دوربین هایی که توی جاهایی که در واقع تجمع ها و تظاهرات صورت گرفته. در سال 88 هم همین طور بود، 96 هم همین اتفاق افتاد و الان هم همین اتفاق میفته. یعنی حتی ممکنه یک ماه یا دو ماه بعد از اینکه اعتراضات پایان گرفته با استفاده از ویدیوهایی که آقای روحانی هم گفته بود که همه جا ویدیو هست و میشه اینا رو پیدا کرد، با استفاده از همون ویدیوها این افراد رو شناسایی بکنن و بازداشت بکنن. اینکه ویدیویی توی گوشی یا لپتاپ وجود داشته باشه هم به هر حال ممکنه که بعد از بازداشت اون فرد اون رو در مزان اتهام دیگه‌ای هم قرار بده که حالا هر اتهام دیگه‌ای باشه یا اتهامای سیاسی باشه. در مجموع خانم بر اساس اون چیزی که ما از خود مقام‌های جمهوری اسلامی شنیدیم تعداد بازداشتی‌ها بالا هست، بالا بود در آبان. خیلی هم جزئیات و خبررسانی دقیقی در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد، چقدر این پرونده ها چه دارن میکنند منتشر نشده. آیا شما احتمالاً میدونید که با چه جور پرونده هایی مواجه هستیم و بیشتر احکام آیا صادر شده؟ چون به نظر میاد یه حکم اعدام بعد از حدود یک در اسفند صادر شده، یعنی یکی دو ماه بعد از اینکه اینها بازداشت شدن حکم اعدام صادر شده. بقیه به چه شکل رسیدگی شده؟ به سرعت به این پرونده ها رسیدگی شده، یعنی پرونده هایی هستن که توی دیما حتی بهشون رسیدگی شده و احکامشون صادر شده و برای تجدید نظر رفته. 3 یا 4 نفر تا الان فقط وارد بند زنان شدن با اتهام با احکام تایید شده که
در واقع برای آبان 98 بوده. به هر حال با توجه به اینکه آقای رئیسی تجربه قتل عام سال 67 رو داره و سرکوب‌های دهه 60 رو داره، به نظر میاد که فردی هستش که با سخت‌ترین و شدیدترین امکان‌هایی که در اختیار داره با این افراد میتونه برخورد بکنه و نگرانی اصلی به خاطر اینه که ایشون رئیس قوه قضاییه هستش و ممکنه که برخوردهای خیلی خشنی با این بازداشت‌ها صورت بگیره. اغلب بازداشت‌ها زن‌ها در قرچک هستن و مردهایی که در زندان‌های تهران هستن در فشافویان که وضعیت بهداشتی و وضعیت نگهداری خوبی نداره، دسترسی به وکیل ندارن، وکیل‌های تسخیری که در هماهنگی با بازجوها و قضات عمل می‌کنن معمولاً از اونها می‌خوان که هر چی رو که قاضی می‌خواد، حالا چه اعتراف تلویزیونی هستش چه اعترافات مکتوب هستش، رو باشون همکاری کنن و انجام بدن و این خودش کار رو بسیار سخت‌تر می‌کنه برای اینکه بشه وارد اینجور پرونده‌ها شد. ممنونم مهدی گلرو و امیدوارم که این مگس مزاحم شما راحت بسره بعد از این مصاحبه. سازمان عفو بین الملل هم به نحوه رسیدگی به این پرونده اعتراض داره، در مراحل اولیه و صدور حکم اولیه هم اعتراضش رو اعلام کرده. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل به ما پیوستن. خانم بحرینی، اعتراض سازمان عفو بین الملل به چی هست در این پرونده؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز، این پرونده از ابتدای دستگیری این سه جوان یک زنجیره نفسگیر از موارد نقض حقوق بشر و البته این موارد نقض حقوق بشر همونطور که مهمانهای قبلی شما هم گفتن متاسفانه در پرونده های اعدام و در پرونده های مخالفان سیاسی دائما تکرار میشه. بر اساس تحقیقات عفو بین الملل در دوران بازجویی هر سه نفر به شدت و به طور دائم مورد شکنجه قرار گرفتن، شکنجه های مثل ضرب و شتم فیزیکی، ضربه با باتوم، شوک الکتریکی، آویزان شدن از سقف، ضربه به پاها، فشار آوردن روی سینه تا حد خفگی و بازجوها به دست کم یک نفر از این زندانیان امیر حسین مرادی وعده داده بودند که اگر اعتراف بکنه دسترسی او به خدمات درمانی رو برای جراحت هایی که تحت شکنجه حمل شده بود فراهم میکنن، که البته حتی همین یک قدم انسانی رو هم برای دسترسی و به خدمات درمانی بر نداشتن. در این حال بسیار مشخصه که از لحظه دستگیری پرونده سازی برای صدور حکم سنگین اعدام برای این سه نفر آغاز شده بوده. به مدت کمتر از چند هفته بعد از برگزاری محاکمه این سه نفر در روزهای 15 و 16 دی سال 98 سخنگوی قوه قضاییه در 29 بهمن اعلام میکنه که این سه نفر از لیدرهای اختشاشات بودند، من از ادبیات خودشون استفاده میکنم، و بانک ها و پمپ بنزین ها رو آتش زدن، از اقدام مجرمانه خودشون فیلم برداری کردن و برای رسانه های خارجی فرستادن. جدا از این که سخنگوی قوه قضاییه نباید در زمانی که یک پرونده در حال بررسی همچین اظهار نظرهایی رو که مشخصا داره جرم رو قبل از صدور حکم منتسب میکنه به این افراد بکنه، باید بر این نکته هم تاکید کرد که اصلا این اقدامات حتی اگر صحت داشته باشن مصداق جرائمی که طبق قوانین بین المللی بتونن مشمول مجازات اعدام بشن نیستن. بر اساس قوانین بین المللی که خود جمهوری اسلامی ایران هم تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته، صدور مجازات اعدام فقط برای جرایم منتهی به قتل عامدانه مجازه و ما با همچین اتهامی در این پرونده روبرو نیستیم. اینها گفتم ما با یک منبع آگاه در ایران صحبت کردیم و به ما گفته که اینها اصلا برای یک ماجرای دیگه بازداشت شدن، یعنی نه اینکه در جریان اعتراضات بازداشت بشن. آیا این در پرونده تأثیری میگذاره؟ در رابطه با اون حوادث جداگونه‌ای که منتهی به بازداشت این افراد شده بود، این سه زندانی به 11 تا 16 سال حبس و شلاق به اتهام سرقت مسلحانه محکوم شدن، ولی جدای از این در رابطه با وقایع آبان و به اتهام تحریق و تخریب اموال عمومی متهم به محاربه شدن و حکم اعدام برای اونها صادر شده. بنابراین الان این دو پرونده جداگونه است، هرچند در زمان دستگیری در رابطه با وقایع آبان دستگیرشون نبوده و صدور حکم اعدام همونطور که گفتم غیر قانونیه. اعمالی که مصداق در واقع قتل باشه و عمل مسلحانه
منتهی به قتل این پرونده صورت نگرفته و باید این حکم لغو بشه. متوجه. من منظورم خانم بحرینی این بود که آیا اساساً این که فرد رو در حین مثلا اعتراض در خیابان بگیرن یا اینکه بعداً اون رو بگیرن و بگن که ما مطمئنیم این فیلمی که گرفتی تو هستی و توی موبایل تو هست تأثیری توی پرونده داره به لحاظ حقوقی، چون شما حقوقدان هم هستید؟ از نظر حقوقی اگر یک عمل مجرمانه صورت گرفته باشه و بعداً از طریق موبایل کشف بشه، مقامات حق پیگیری اون عمل رو دارن، ولی اون چه که اینجا صورت گرفته تطابقی با یک روند دادرسی عادلانه برای اثبات جرم نداره و به نظر میاد که تقریبا تمام پرونده متکی به اعترافات اجباریه که تحت شکنجه از این سه نفر گرفته شده، اعترافاتی که چند روز پیش از محاکمه در خصوص امیر حسین مرادی از تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میشه و همچون همیشه این اعترافات و همینطور اظهاراتی که بدون حضور وکیل در زمان بازجویی گرفته شده به هیچ عنوان نباید مورد استناد دادگاه برای در واقع اثبات مجرمیت قرار می گرفته. شما پرونده های متعددی رو در مورد حوادث آبان این روزها می دونم که در حال بررسیش هستید. اوضاع پرونده ها به چه شکله؟ آیا یک جمع‌بندی داریم که مثلا آیا این سه حکم اعدام تنها احکام اعدام هستند؟ آیا پرخوردهای خشن به این شکل از طرف حکومت ادامه داره؟ بیشتر از این هاست؟ چه تصویری دارید شما؟ این تنها مورد حکم اعدامیه که ما از اون مطلع هستیم، اما متاسفانه احکام سنگین زندان برای صدها نفر که در رابطه با اعتراضات آبان ماه بازداشت شدن صادر شده، احکامی که بین چند سال تا حتی 15 سال هستند و تقریبا در تمام مواردی که ما مورد بررسی قرار دادیم شکنجه های بسیار شدید پس از دستگیری، در حین دستگیری، پس از دستگیری و در دوران بازجویی صورت گرفته. بسیاری از بازداشت شدگان کودک بودند، حتی کودکانی 10 ساله و 11 ساله. تعداد بازداشتی ها همونطور که خودتون گفتین نامعلوم مونده و تا امروز مشخص نیست که چه تعداد با وثیقه آزاد شدن و چه تعداد همچنان در زندان های ایران هستن. اما اونچه که ما میدونیم اینه که در حتی شهرهای بسیار کوچکی مثلا در بهبهان بر اساس اسناد رسمی که به دست ما رسیده بالای 1000 نفر بازداشت شده بودن و این نشون میده که تا چه اندازه در سراسر کشور این موج بازداشت‌ها خودسرانه و گسترده بوده. ماه آینده عفو بین‌الملل یک گزارش مفصل در مورد شکنجه‌ها و ناپدیدسازی‌های قهری که در هفته‌ها و ماه‌های پس از اعتراضات آبان ماه رخ داد منتشر خواهد کرد و ما به این جزئیات میتونیم بیشتر بپردازیم. یک نفر از فعالان حقوق بشر نزدیک به این پرونده به من گفت که این افراد به هیچ عنوان آدم‌های سیاسی نیستند، اساساً آشنایی با این ندارند که چه مراحلی داره طی میشه، اصلا چه اتفاقی داره براشون میفته، برخلاف اون ادعایی که مطرح شده بود این فعال حقوق بشر این رو میگفت. چقدر این تأثیر داره اینکه این افراد سابقه سیاسی ندارن، شناخت سیاسی از فضای سیاسی به اون شکل ندارن، اعتراض کردن حتی اگر معترض بودن ولی خیلی با فضای سیاسی با پیشینه سیاسی این کار رو نکردن، چه تأثیری داره روی پرونده هاشون؟ از نظر حقوقی که داشتن عقاید سیاسی و سابقه سیاسی نباید هیچ نقشی در رسیدگی داشته باشه و اگر این پیشینه سیاسی مبنای صدور حکم قرار بگیره که یک ظلم دیگه است که به پرونده افسوده شده. اما حتی فعالین سیاسی و خانواده‌های اونها هم در بسیاری از مواقع وقتی در دام نظام قضایی سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران میافتند با حقوق خودشون در دوران دادرسی آشنایی ندارند و در بسیاری مواقع هفته ها و ماه های اول در سکوت و بیخبری طی میشه و اونها رو در معرض شکنجه و اعتراف گیری قرار. متاسفانه در سالهای اخیر این روند بسیار هم شدت یافته، چون که قضات بر اساس آیین دادرسی کیفری جدید حتی اجازه ورود وکلای منتخب متهمین رو هم به پرونده نمیدن، نه تنها در مرحله دادرسی بلکه حتی الان ما میبینیم که در مرحله محاکمه هم مانع حضور وکلای منتخب میشن، مانع دسترسی به پرونده میشن. یک اتفاق دیگه که افتاده اینه که در خصوص پرونده های آبان و همینطور در خصوص باقی پرونده ها از سال گذشته به دستور رئیس قوه قضاییه مرحله تجدید نظر لزومی نداره که دیگه به صورت
زوری صورت بگیره و در واقع بیش از پیش دادگاه‌های تجدید نظر فقط نقش زدن مهر تایید بر احکامی که توسط دادگاه‌های انقلاب زیر نفوذ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی صادر شده رو پیدا کردن و این در حالیه که دادرسی و حق تجدید نظر یکی از اصول پایه‌ای دادرسی منصفانه است. دادگاه‌های تجدید نظر موظف هستند که تمام پرونده را از نظر ماهوی و شکلی بررسی بکنند، ولی ما شاهد این در ایران نیستیم و بیش از پیش این روند تشدید یافت. این پرونده یک پیچ بین المللی هم داره، اینکه اینها میگن که دو نفر از متهمان این پرونده به ترکیه پناه برده بودند و ترکیه اینها را به ایران پس داده. آیا اساساً به لحاظ حقوق بین المللی ترکیه اجازه داشت چنین کاری بکنه؟ آیا اساساً قابل پیگرد هست اگر این اتفاق افتاده؟ در رابطه با اینکه در این پرونده چه اتفاقی افتاده ما اطلاعات مشخصی نداریم، ولی چنانچه خطر اینکه این افراد با بازداشت و دستگیری در ایران روبرو خواهند شد به اطلاع مقامات ترکیه رسیده بود، قطعا اونها طبق قوانین بین‌المللی و کنوانسیون ژنو که ترکیه هم ملزم بمونه به هیچ عنوان نباید افراد رو به کشوری برگردونن که مقامات اون کشور امکان یا قصد حمایت از حقوق اون افراد رو ندارن و اونها قراره که با خطر جدی رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی یا پیگرد و تعقیب قضایی بر اساس عقاید سیاسیشون قرار بگیرن. و اگر این قابل پیگرد هست، آیا میشه مثلا فعالان حقوق بشر ایرانی ترکیه رو در این زمینه مسئول بدونن و پیگیر وضعیت باشن؟ خب بستگی به خیلی جزئیاتی داره که باید در موردش اطلاع داشت قبل از اینکه نظر داد، اما به طور کلی راه بسته نیست و ممکنه که بشه از طریق دادگاه حقوق بشری اروپا پیگیری کرد، چون که ترکیه کنوانسیون حقوق بشر اروپا را امضا کرده و بنابراین کسانی که ادعای نقض حقوق بشر در خصوصشون، یعنی ادعا دارن که حقوق بشرشون نقض شده، میتونند علیه کشور به دادگاه حقوق بشر حقوق بشر اروپایی که ناظر بر کنوانسیون حقوق بشر اروپاست شکایت کنند. ولی رو از شما متشکرم. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل. بر اساس قطعنامه 2231 تحریم تسلیحاتی شورای امنیت قرار است 27 مهر ماه امسال تمام شود. آمریکا بیش از یک سال است که میگوید به دلیل سابقه‌ای که ایران از خود نشان داده نباید این تحریم‌ها برداشته شود. این هفته آمریکا پیشنویسی را به شورای امنیت برد که بر اساس آن تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند. طرحی که اساساً اروپایی‌ها گفتند با آن موافق نیستند، چین و روسیه هم مخالفند. به نظر نمی رسید که آمریکا هم امیدی به تصویب چنین قطعنامه‌ای داشته باشد. بیشتر به دنبال این است که بتواند مکانیسم ماشه را فعال کند و بر اساس بند 7 تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را برگرداند. اقدامی که تکلیف برجام را یکسره خواهد کرد، حتی در صورت پیروزی رقیب آقای ترامپ هم راهی برای بازگشت به برجام باز نمی‌گذارد. از آنجایی که همه این اتفاقات غیر معمول و بی سابقه است، به لحاظ حقوقی و همینطور به لحاظ سیاسی تصمیمات تک تک اعضا می تواند تعیین کننده باشد و البته بحث حقوقی هم بسیار پیچیده است. برای همین ما دو میهمان دعوت کردیم. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل از استکهلم سوئد با ماست و مرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی از واشنگتن. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای محمودی، شما متخصص هستید، ممکنه شما یه مقدار با زبانی که ما هم بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته شرایط رو توضیح بدید که این اتفاقی که قرار هست از این به بعد بیفته چند تا سناریو براش متصور هست؟ باید بگم که حتی برای خود من لااقل در چند ماه گذشته که این موضوع مطرح شد یه سوال بزرگ بود که امریکا بر چه مبنایی تصمیم گرفته که این کار را انجام بده. و بعد وقتی به اظهارات مقام های امریکایی هم آدم گوش میکنه، به خصوص منظورم اون 3 نفر مهمه، آقای پومپئو، آقای خود ترامپ و کسی که مسئول مسائل ایران هست، هر سهشون به صورت گنگ صحبت میکنن و البته من انتظارم ندارم که از نظر حقوقی دقیق صحبت بکنن، یکی به این دلیل که احتمالاً خودشون از نظر حقوقی اشراف کافی روی سندی که به عنوان برجام و این اساس این قطعنامه که شما هم بهش اشاره کردید، قطعنامه 2231 و محتواش که خیلی دقیق تعیین شده، ندارن. و بعدم
تا اونجایی که به نظر میرسه یا من در حال خوندم، هیچ کدومشون عادت به این که گزارشایی که حقوقداناشون براشون تهیه میکنن رو دقیق بخونن و سعی کنن متوجه بشن نیستن. ولی کلن به نظر میرسه که یه هدف خیلی مشخصی دارن و اون این است که به هر قیمتی شده این مسئله در واقع پایان تحریم های سلاح‌های متعارف رو، خرید و فروش سلاح‌های متعارف رو که بر اساس برجام قرار بود در مهر ماه امسال، در اکتبر امسال سال میلادی به پایان برسه، جلو این کار رو بگیرن. برای این کار البته اگر در داخل برجام باقی مونده بودن شاید امکان بهتری داشتن. اونجا پیش‌بینی‌هایی شده، گرچه من باید با اصرار بگم که اونجا هم کار آسونی نیست، یعنی این سیستمی که اونجا پیشبینی شده شرایط خیلی زیادی رو گذاشتن برای اینکه یکی از این کشورهایی که مخالفه به هر جهتی با ایران یا با یه اقدام دیگه‌ای که در داخل برجام صورت میگیره بتونه این مکانیسم معاشره به کار بندازه. به این آسونی نیست، ولی به هر حال امکانش خیلی بیشتر بود. منتها من از همون اولم حدس می‌زدم و به نظر می‌رسه که این حدس درسته، که بعد از اینکه متوجه شدن که سیستم معاشر رو خودشون نمیتونن به کار بندازن، در فکر این هستن که به صورت یک طرح قطعنامه مجزا مثل هر قطعنامه دیگه شورای امنیت این مسئله رو مطرح بکنن و امیدوار باشن که با فشار دیپلماتیک روی کشورهای دیگه‌ای که میتونن جلو این قطعنامه رو بگیرن، در واقع مجبورشون کنن که همراه بشن و قطعنامه صادر بشه، چیزی که همونطور که شما اشاره کردید الان بسیار بعید به نظر میرسه. من اینجا شاید بد نباشه به یه استدلالی که شنیدم از نظر استدلال حقوقی به خصوص که آقای پومپئو دو سه بار تکرار کرده اینم اشاره بکنم. ایشون ادعا کرده که در برجام و در قطعنامه 2231 از کلمه شرکت کننده، کشورها شرکت کننده، participant یا participating states استفاده شده و بنابراین ما چون در مذاکرات مربوط به برجام شرکت کردیم، در رأی دادن به این قطعنامه شرکت کردیم، به همین دلیل ما خارج نشدیم از برجام به این مفهوم، که البته کاملا بی‌معنی و بی‌ربطه و نشان‌دهنده این است که هیچ اطلاعی نه سابقه این مسئله دارن و اینکه چرا این لغت انتخاب شد. علت این است که برجام یه معاهده معمولی حقوقی نیست که از لغت پارتی یا طرف ما به اصطلاح طرف قرارداد استفاده بکنن. به همین دلیل این لغت رو ایجاد کردن برای این مقصود خاص که هیچ مفهوم حقوقی هم نداره و فقط هم مخصوص کسانی است که در داخل برجام باقی بمونن. به همین دلیل هم روسیه و بقیه هم گفتن شما فرانسه به خصوص که از برجام خارج شدید، بنابراین امکان استفاده از مکانیسم معاشر رو امریکا نداره، ولی ممکنه که اون دو سه نفر کشور دیگه‌ای که هنوز باقی موندن اونا بخوان از مکانیسم برجام جزئیات حقوقیش به نظر میاد که باز هنوز هم باز خیلی زوایای دیگه داره، باز من اونو بهش برمیگردم. ولی میخوام قبلش از آقای بروجردی که عذرخواهی میکنم، شما ظاهرا لس آنجلس هستید، من اشتباه گفتم واشنگتن، میخوام بدونم که به لحاظ سیاست بین الملل چقدر میتونه آمریکا کارش رو پیش ببره. میدونیم که اروپایی ها از کلمه خاصی استفاده کردن، گفتن موافق این اقدام آمریکا نیستند، اما از کلمه محکم تری استفاده نکردن. معنیش چیه؟ اروپایی ها همراه میشن با واشنگتن؟ عرض کنم که من فکر کنم اروپایی ها در این قطعنامه‌ای که امریکا میخواد به خاطر نامحدود بودن مسئله تحریم امریکا و همچنین پیش کشیدن اصل 7 منشور سازمان ملل که راجع به صلح جهانی، خطر برای صلح جهانی هست، به نظر من اونها امضای خودشون رو زیر یک چنین قطعنامه‌ای نخواهند گذاشت، چون کاملا واقف هستن که چقدر بار سیاسی مهمی رو با خودش به همراه میاره. تلاش کشورهای اروپایی به نظر میاد این هست که سعی میکنن یک راه حل میانه ای رو پیش بگیرن که هم یک مقدار ایران رو ترغیب بکنه به تعهدات برجامیش متعهد باشه و همین که امریکا رو
پایین بکشه این شعله خصومتی رو که با ایران داره. برای این حرفی که اروپایی‌ها دارن میزنن این است که خیلی خوب، حالا ما تا 3 سال دیگه مثلا ما 3 کشور مهم انگلیس و فرانسه و آلمان فروش اسلحه به ایران رو انجام نخواهیم داد، این تحریم قطعنامه 2231 رو برای 1 سال دیگه تمدید بکنیم و محموله هایی که از کشتی یا هواپیما میتونن اسلحه به طرف ایران رو حمل کنن رو بتونیم ازشون بازرسی بکنیم. اینو باید در نظر داشت که قطعنامه‌ای که هفته پیش شورای حکام آژانس بین‌المللی داد در رابطه با اینکه ایران یه مقدار به تعهدات اتمی خودش عمل نکرده، این موضع اروپایی ها رو به اصطلاح تقویت کرده، ولی همونجور که شما هم گفتین به نظر من اونها به طرف موضع امریکا نخواهن اومد، چون میدونن که چین و روسیه چی؟ آیا اونها با اروپایی ها همراه میشن توی همچین موضع میانه ای؟ چین و روسیه راضی خواهن بود؟ چین و روسیه ممکنه با اونها همراه بشن، اونها همچنین این حق رو هم دارن که بخوان از حق وتوشون استفاده بکنن اگر واقعا لازم بشه. ببینید شورای امنیت 15 عضو داره که به غیر از اون 5 عضو دائمی خودش بقیه کشورهایی هستن که امریکا میتونه تا یه حدی روشون نفوذ داشته باشه، مثلا ویتنام، تونس، نیجر، اندونزی و یا کشورهای این شکلی. بنابراین این مسئله وجود داره. فکر میکنم که با در نظر گرفتن منافع که چه روسیه چه چین در رابطه با فروش تسلیحات به ایران دارن، اگر اونها لازم دیدن بدون قطع به طرف این تحریم این قطعنامه خواهند رفت، اونو نقضش میکنن، وتوش خواهند کرد. ببینین من البته متخصص حقوق بین الملل نیستم، ولی این مسئله از لحاظ حقوقی همونجور که همکار دیگرمون داشت توضیح میداد واقعا مشکل هست. یعنی از یک طرف امریکا میاد متوسل میشه به قطعنامه 2231، مسئله رعایت پروتکل الحاقی رو برای ایران به پیش میکشه که اون البته رعایتش وابسته بود به مسئله برجام، و حالا با این ادعا که خب ما اومدیم از برجام بیرون ولی کماکان ایران باید متعهد باشه به مفاد پروتکل الحاقی، به نظر آنچنان حرف قانع کننده‌ای برای حقوقدانای اروپایی نخواهد بود. راجب حقوق صحبت میکنیم، راجب قوانین صحبت میکنیم، اما چیزی که در جامعه بین الملل معمولا حرف اول رو میزنه قدرت هست و کشورهایی که قدرت بیشتری دارن، قدرت لابی بیشتری دارن، معمولا هم میتونن کارشون رو پیش ببرن. چقدر خوشبین هستید آقای محمودی که بشه با این استدلال که آمریکا از برجام خارج شده بنابراین محلی از اعراب نداره نظرش بقیه رو راضی کرد؟ متاسفانه من زیاد خوشبین نیستم، کاش میتونستم جواب مثبت به شما بدم. علتش هم این است که تجربه ای که در این 2-3 سال گذشته، یعنی در دوره پرزیدنت ترامپ پیدا کردیم، به خصوص در مورد کشورهای اتحادیه اروپا و 3 کشور نیرومندش آلمان، فرانسه و بریتانیا، این نتیجه رو به دست داده که این کشورها ادعای نیرومندی، ادعای عرشبت که قدرت لازم رو دارن و قدرت و نیرومندیشون در مقابل کشورهای بسیار ضعیف‌تر از خودشون، ولی در مورد مثلا همین تحریم‌های ثانوی که امریکا وادار کرده کشورهای دیگر رو، یعنی از نظر حقوقی امریکا مجاز در روابط خودش با هر کشور دیگه ای که رابطه نداره یا با رابطه بد داره تحریم بکنه ولی دلش خواست، ولی نمیتونه این تحریم ها رو تسری بده به کشورهای ثالث که هیچ شرکتی، هیچ بانکی، هیچ شخصی حق نداره با مثلا ونزوئلا یا با ایران معامله بکنه برای اینکه ما باشون مخالف هستیم، و بعد کشورهای دیگه هم اینو قبول کنن و عرشبت که به همین ترتیب عمل کنن. بریتانیا، آلمان و فرانسه به نظر من به طور جدی اراده سیاسی کافی نشون دادند بعد از خروج امریکا از برجام که واقعا دلشون میخواد که هر کاری از دستشون برمیاد بکنن که برجام رو نجات بدن، ولی در عمل مشخص شد که نمیتونن، برایشون امکان این نیست. ولی برجام شما ماده 19 شو یا همین قطعنامه رو یا خود برجام، ماده 19 برجام در مورد وظایف اتحادیه اروپا رو ملاحظه بکنید،
و ببینید که چقدر دقیق اونجا نوشته شده که اتحاد اروپا چی کار باید بکنه. حالا امریکا خارج شده، نمیتونه. ایران داره کارایی میکنه که مطابق تعهداتش نیست، ولی علتش این است که جوابی است که اروپا صبر کردن، ولی اروپا قادر نبود. و منظورم این است که این سه سال تجربه نشون داد که امریکا هنوز در شرایطی است که اگر بخواد با مسائل مختلف میتونه خیلی مسائل رو به نفع خودش انجام بده، و ممکنه در این مورد هم چون هم روسیه هم چین هر دوشون مشکلات جدی با امریکا دارن، با اینا به یه نحوی کنار بیاد و اگر براش مهمتر باشه که در مورد ایران یه اقدام اساسی بکنه و بتونه نظر اینا رو جلب کنه. من امیدوارم اینجور نباشه، ولی منظورم این است که تجربه اینو نشون میده. متاسفم. اگر مکانیزم ماشه رو بتونه آمریکا به راه بندازه آقای بروجردی و به نوعی در واقع برجام رو ببره به اون نقطه‌ای که در واقع زیر فصل هفتم اون تحریم‌های سابق رو بتونه برگردونه، چقدر اصلا میشه گفت که برجامی باقی مونده؟ آیا فکر میکنید که بعد از اون دیگه تموم شده و هیچ راهی برای بازگشت برجام نیست؟ چون طرفداران برجام نگران این هستن بیش از هر چیز دیگه که در واقع دولت ترامپ کاری بکنه که حتی اگر بعد از آقای ترامپ مثلا حالا جو بایدن هم بیاد و رئیس جمهور بشه، دیگه از برجام چیزی باقی نمونده باشه که بتونن برگردن بهش. بله، ببینید واقعیتش اینه که ما 5 ماه تقریبا یا کمتر از 5 ماه به انتخابات امریکا وقت داریم. درسته ممکنه دولت امریکا اگر بتونن آقای ترامپ موفق بشن این کار انجام بدن، دولت بعدی رو اگر خودشون نباشن و آقای بایدن انتخاب شده باشن رو براشون معذورات بسیار جدی رو در رابطه با برجام ایجاد کرده باشه. اما آقای بایدن از همین الان هم خودش و مشاورینش این ندا رو سر دادن که میخوان برگردن و به برجام پایبند باشن. بنابراین اونجا آنچه که فکر میکنم مهم میشه اراده سیاسی کاخ سفید است که میخواد با ایران چه شکلی تا بکنه از این به بعد. اما علاوه حقوقی بله، واقعیتش اینه که همینجور که الان هم داشتیم میگفتیم ممکنه استدلال امریکا استدلال محکمه پسندی از لحاظ حقوق بین الملل نباشه، ولی توان سیاسی و اقتصادی امریکا رو نمیشه نادیده گرفت. اروپایی ها هم متاسفانه چون سالها پیش این تحریم های ثانویه رو قبول کردن و زیر بار این حرف رفتن، امروزه براشون اینکه در مقابل امریکا بتونن قد علم بکنن و یک مسیر واقعا مستقل رو در پیش بگیرن، براشون بدون شک مشکل شده. حالا بس این مثلا مطرح میشه که پاسخ درخور ایران اگر یک چنین قطعنامه به اصطلاح مورد توافق قرار بگیره چه خواهد بود؟ آیا ایران یک عکس العمل تند از خودش نشون خواهد داد، و یا آیا اینکه در عرض این چند ماه آینده کماکان این کانال های ارتباطی رو چه با روسیه و چین، چه با کشورهای مهم اروپا و چه حتی با نیروهای حزب دموکرات امریکا میخواد نگه داره که بتونن که با ما در مثلا بر ماه دسامبر یا ژانویه بخوان تغییری در شرایط فعلی انجام به وجود بیاره؟ آقای دکتر محمودی، وقتی من داشتم راجع به این موضوع اینور اونور یه چیزایی میخوندم، متوجه شدم این از اون داستانهاییه که تا به حال اتفاق نیفتاده به این شکل، یعنی از اون چیزهایی که تقریبا هیچ کس خیلی مطمئن نیست که باید چه کرد و چه، همون جمله اول شما هم دقیقا ناظر به همین بود. این ایراد برجامه، این ایراد در واقع نوشته شده نوشتن برجامه، چه چیزی باعث میشه که اینقدر پیچیدگی داره این داستان؟ سوال بسیار خوبیه، کاش من یه ساعت فرصت داشتم که توضیح بدم، ولی 4 دقیقه وقت دارید. بسیار. ببینید، من فکر کاملا حرف شما درسته، یعنی برجام یک سند غیر معموله و به همین دلیل هم در داخل خود برجام، در داخل قطعنامه 2231 نوشته شده که این یک امر استثنایی فقط در مورد ایران، فقط در این مورده. یعنی اینکه فکر نکنید ما بعداً در آینده باید به یک کشور دیگه اجازه میدیم که غنی سازی بکنه. این مسئله که برای ایران مسئله حیثیتی بود. بعد مسئله این است که من شخصا نظرم این است که یک شرایط تاریخی استثنایی ایجاد شد، یک تیم بسیار مبرز
دیپلمات از ایران، یک تیم مبرز و در واقع مسئول از امریکا به خصوص و از سایر کشورها، اینا همزمان در محلی بودن و تونستن این رو به نتیجه برسونن. نتیجهش به نظر من یک شاهکاره از نظر دیپلماتیک. درست است. من اینجا قطعتون کنم آقای دکتر، خیلی ها میگن که این دقیقاً به همین دلیل شاهکار نیست که این جور چیزها رو در نظر نگرفته، یعنی در نظر نگرفته اگر اون دو تیم برن و جاشون رو به دو تیم دیگه بدن، مثلا اگر در ایران یه گروه دیگه سر کار میومد یا همین اتفاقی که الان افتاد در آمریکا، نتیجهش یه جور دیگه میشد. کسانی که اینو میگن متوجه یه واقعیت مهم تاریخی که همه باید بدونن نیستن، و اون این است که شما مسائل رو در زمانی که اتفاق افتادن باید قضاوت کنید، نه بعداً 100 سال دیگه، 50 سال دیگه. باید شرایط این مذاکرات رو در 2013 تا 2015 در نظر بگیرید. ایران در چه وضعی بود؟ امریکا و بقیه در چه وضعی بودن؟ و بعد نتیجه این مذاکرات چی شده؟ و بعد وقتی شما می‌بینید که مثلا یک کشور مثل ایران که معمولاً کشور اروپایی و امریکا از بالا به پایین نگاه می‌کنن تو مذاکرات، یعنی اصلا کشورهای دیگر نمی‌بینید در مذاکرات معمولی در شرایط مساوی نیست، ایران موفق شد در شرایط مساوی مذاکره بکنه. شما اون برای میزید، ما این برای میزید. یک. دوم این که در دو جا به طور مشخص تیم ایران موفق شد مجبور کنه شورای امنیت و بقیه رو که بنویسن که اگر شما تحریما رو برگردونید، ما خودمون رو به هیچ عنوان موظف نمی‌بینیم که هیچ کدوم از این تعهدات رو انجام بدیم. که به نظر من اینا هر دو شاهکارهای دیپلماتیکه. ولی اینکه البته در اون موقع هیچ کس پیش بینی نمی‌کرد، حتی دو هفته قبل از انتخابات آمریکا هم هیچ کس پیش بینی نمی‌کرد که یه فرد غیر معمولی مثل ترامپ رئیس جمهور بشه و همه چیز رو نه تنها در این مورد بلکه در همه مسائل حقوق بین الملل زیر و رو بکنه. و نتیجه‌اش این نیست که الان نوز داریم. اگر کس دیگه‌ای بود در همون حد عقل و شعور اوباما، شاید نتیجه یه چیز دیگه ای میبوده. به نظر میاد که الان آقای بروجردی همه چشم ها به قضیه 30 ژوئن هست که قرار هست که گزارش 6 ماهه بار دبیرکل سازمان ملل در مورد پایبندی ایران به برجام منتشر بشه. این بار مهمتر از دفعه‌های قبل هست، به این دلیل که او احتمالاً حتما در گزارشش اشاره خواهد کرد که ایران گفته من بعضی از این تعهدات برجامی رو دیگه انجام نمیدم. یه سری چیزهای اینجوری هست که میتونه به آمریکا یک در واقع دلیل دیگه‌ای بده برای اینکه اون نیات خودش رو پیش ببره. به نظر شما چقدر میتونه آمریکا روی این فضایی که ایجاد میشه حساب بکنه، مثلا اروپایی‌ها رو به خودش همراه بکنه، یا فکر میکنید نه این کشورها تقریبا جایگاهشون روشن هست و تغییر چندانی در مواضعشون نخواهیم دید؟ ببینید، واقعیتش این است که به نظر من اوضاع داره بر ضد ایران میچرخه. شما هفته قبل شاهد این بودیم که دبیر کل سازمان ملل گفت که موشک‌های کروزی که به تأسیسات نفتی عربستان اونا رو هدف قرار گرفته بود مبنای ایرانی داشته. همونجور که گفتم هفته پیش شاهد این بودیم که شورای حکام آژانس هم در رابطه با عدم همکاری یا همکاری محدود ایران از ایران انتقاد کرد و ازشون خواستن که فعالیت‌هاشون رو، همکاریشون رو بالا ببرن. بنابراین میشه انتظار داشت که دولت آقای ترامپ روی این نوع مسائل مانور خواهد داد. ما میدونیم که سطح اورانیوم غنی شده، آب سنگین و غیره به خاطر اینکه ایران گفته بود که در اون مرحله پنجم یک سری از این تعهداتش رو عمل نمی‌کنه، نمیشه انتظار داشت که در گزارشی که در آخر این ماه میلادی خواهد آمد انتقادهای جدی از ایران نشده باشه. بنابراین فکر میکنم که اینها رو باید در نظر گرفت. اما با علم فعلی به همه این مسائل هست که ما شاهد این هستیم که سه کشور مهم اروپایی باز هم دارن تلاش خودشون رو میکنن که لزوماً همزبان نشن با این خواسته هایی که واقعا خواسته های باید گفت افراطی دولت آقای ترامپ، مانند همین تحریم نامحدود تسلیحاتی برای ایران. بنابراین میشه روش مانور خواهند داد. به نظر من در این وسط آقای ترامپ سود سیاسی رو خواهد کرد، چه این قطعنامه موفق بشه چه نشه. حتی اگر موفق نشن که این قطعنامه رو بگذرونن یا با وتو روبرو بشن،
و مکانیزم ماشه هست و غیره. به غیر از اون هم ایشون میتونه در انتخابات امریکا همواره این بحث رو مطرح بکنه که ما بیشتری تلاش خودمون رو کردیم برای تحریم مجدد ایران و این دیگران بودن که نیمدن با ما همراه نشدن، بنابراین کاسکوسه ها رو باید سر اونها شکست. و همچنین به دموکرات ها و آقای بایدن به عنوان نمایندهشون بتازه که شما میخواین یک کاری بکنین که امنیت امریکا و یا صلح جهانی رو میتونه خدشه‌دار. آقای بروجردی، یه چیزی، حالا یه پرانتز اینجا باز بکنیم، چون خیلی در رسانه‌های ایرانی رو میخونیم که الان ترامپ به مذاکره با ایران احتیاج داره، احتمالاً میاد به سراغ ایران برای مذاکره، که دیدیم هم یه چیزایی گفته به هر حال که برگردی سر میز مذاکره. واقعا چقدر او نیاز داره به خاطر انتخابات بخواد با ایران مذاکره کنه؟ الان در شرایطی هست که به این نیاز داشته باشه؟ من فکر می‌کنم ترامپ علاقمند به این به مسئله مذاکره با ایران هست، ولی با در نظر گرفتن این فرجه زمانی که چند ماهی که باقی مونده و حجم و عمق اختلافاتی که بین دو طرف وجود داره، این یک انتظار منطقی نیست که ما فکر بکنیم ایران الان آماده خواهد شد و بلافاصله میتونن به یک نتیجه برسه. باید به خودمون یادآوری بکنیم که مذاکرات برجام چندین سال طول کشید و بنابراین چند ماه به هیچ وجه کافی نخواهد بود با در نظر گرفتن این مشکلات عدیده‌ای که در این چند ماه اخیر به وجود اومده. بنابراین من خوشبین نیستم به این مذاکره. میفهمم که روزنامه‌های تهران چی میگن، فکر میکنن که امروز وقت امتیاز گرفتن است، چون قبل از انتخابات ترامپ میخواد یک توافق جدی با ایران رو به دست آورده باشه که این رو بر سر رقیبش بکوبه، ولی به نظر من لازم منطقی و زمانی این امکان پذیر و شدنی نیست. صحیح. و به عنوان آخرین سوال آقای دکتر محمودی، آیا هیچ مرجع دیگه‌ای برای حل اختلاف در این زمینه ما داریم به غیر از همین چیزهایی که میشنویم؟ مرجع حقوقی وجود نداره، تنها این کار باید از طریق دیپلماسی صورت بگیره، مذاکره، و بنابراین تا زمانی که شرط این است که الان هست، و به نظر من ایران الان در یه وضعی است که بالا سر از سیاهی رنگی نیست، خودش رو می‌بینه. تمام تحریم ها به طور کامل در جاست، تمام راه ها بسته است و مشکلات در حد نهایت از هر نظر، و همه هم به خاطر فشار امریکاست. تا زمانی که این مسئله به این صورت وجود داره، خیلی مشکل میشه دید راه حل چیه، مگر اینکه تغییر عمده‌ای در بعض سیاست امریکا پیش بیاد که بعید نیست، اونم چون هم خود شخص دونالد ترامپ آدم قابل پیش بینی نیست و همین که نتیجه انتخابات امریکا قابل پیش بینی نیستش. ولی تا به نظر من هیچ راه حل حقوقی نداره، اصلا مسئله حقوقی نیستش، و بنابراین صرف نظر از سیستم ماشه، صرف نظر از اینکه کشورهای اروپایی بخوان کاری بکنن یا نکنن، به آخر خط الان رسیدیم از نظر مذاکره و حل مسئله. اینکه کشورهایی به پایان خط برای مذاکره برسن در حقوق بین الملل خیلی سابقه داره یا نه؟ اینم اولین بار. البته در منطقه مسئله این است که همیشه، خوشبختانه همیشه در شرایطی که به آخر خط میرسیم، همیشه راه جدیدی باز میشه، و اونم به خاطر اینکه سیاست یه امر در حال تغییر و تحوله. مسئله فقط کافی مسئله فلسطین و اسرائیل در نظر بگیرید که از بعد و تولد سازمان ملل متحد تا حالا ادامه داشته، بارها و بارها به مرحله جنگ و غیره رسیده و در واقع صد کامل رسیده، ولی باز یه راه دیگه پیدا شده. بنابراین در مورد این مثلا قطعی و دائمی و نهایی نیست، ولی الان در شرایط فعلی به نظر سیاه میرسه. آقای دکتر بروجردی، نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ فکر میکنید که بشه راه حلی پیدا کرد به زودی، یا فکر خوشبین نیستید؟ من فکر نمی کنم که تا قبل از انتخابات امریکا واقعا بشه به یک توافقی دست پیدا بکنیم. مهم به نظر من اینجا نوع عملکرد دولت ایران است، چون دولت امریکا رو میدونیم موزش چه خواهد بود در این ماهای آینده. به نظر من ایران با در نظر گرفتن این فرض که ممکن هست که دولت آقای ترامپ براش شکست بخوره، بعد از ژانویه دیگه سر کار نباشه، براش مهم هست که ببینیم که نوع همکاریش با آژانس اتمی چه خواهد بود، با شورای امنیت چه شکلی تا خواهد کرد در عرض این ماه‌های آینده. معقول ترین راه
به نظر من این است که ایران اون دریچه هایی که برای مذاکره وجود داره رو بروی خودش نبنده با یک اقدام نسنجیده و فعالیت هایی که میتونه در این مرحله بهش ضربه بزنه. ببینید یادمون نرفته که قطعنامه 2231 وقتی که تصویب شد و این شاهکار مثلا دولت آقای روحانی بود، 8 ماه از برجام نگذشته بود که تست موشکی از طرف سپاه انجام شد. این نوع کارها به اصطلاح زیراب خود موضع ایران رو میزنه و به نظر من نباید به چنین کارهایی دست بزنه. ممنونم از شما آقای دکتر بروجردی، آقای دکتر محمودی، و ممنونم از شما که بیننده صفحه 2 بودید. صفحه 2 بعدی سه‌شنبه. شب روزتون خوش.